با عرض سلام خدمت دوستان عزیز، متاسفم از اینکه نمیتونم در حضورتون باشم و به توصیه دوست عزیزم آقای میمنش قرار بر این شد که کسانی که حرفی برای گفتن دارن در این سمینار این مطالب رو ضبط بکنن و ارسال بکنن که لااقل به این صورت خدمت دوستان عرایضی انجام بشه و اگر سوالی هم بود بنده بعد از جلسات میتونم این سوالات رو تا اونجایی که در توانایی هست جواب بدم و که یک مقدار جنبه سمینار بودن رو در نظر بگیرم. البته امیدواری من این هستش که در چند ماه آینده که کنگره سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور در آمریکا انجام میشه، تا اونجایی که در توانم هست کوشش بکنم که بتونم اونجا حضور مستقیم داشته باشم و شرکت مستقیم داشته باشم. غیر از زیارت دوستان یه مقدار کارها رو هم در برخورد حضوری به انجام برسونم. عرایضی که بنده دارم در این مورد بیشتر دور اون مسئله هست که وضعیت نظام جمهوری اسلامی بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی و بعد از انتخاب مجلس خبرگان جمهوری اسلامی هست. یه تغییری در اوضاع و احوال بعد از این دو انتخابات مشاهده میشه که با دوران قبل از انتخابات و ماهای گذشتهش یه تفاوتی رو آدم حس میکنه، چه در برخوردهای حضوری که من با دوستانی که از ایران اومده بودن داشتم، هر کدوم به نوعی و به نحوی این تفاوت رو به صورت محسوس بازگویی میکردند و من سعی کردم در طول صحبت ها ببینم این تفاوت ها رو چجوری میشه آدم مشخص بکنه، برای اینکه بدون مشخص کردن این تفاوت ها تحلیل این اوضاع یه مقداری دشوار خواهد بود. من سه بخش تقسیم کردم این تفاوت رو، تغییر اوضاع رو و تغییر وضعیت رو، یکی در محدوده حکومت اسلامی، چه اون بخش کانون اصلی قدرت که در رأسش آیت الله خامنه‌ای قرار گرفته و چه اون بخشی که به عنوان دولت یا رئیس جمهور اونجا در رفتارها مشهود است. در بخش مردم یک تفاوت های مشاهده میشه که از یه طرف یک بیتفاوتی نسبت به سرنوشت دولت و حکومت در کلش مشاهده میشه از طرف مردم، یعنی همه دنبال کار و زندگیشونن و تا اونجایی که ممکنه سعی میکنن که به حکومت و بازیهاش رو چه در این جناح چه در اون جناح توجهی نداشته باشند. در جوار این یک احساس پیروزی هست در این انتخابات نسبت به اقتدارگرایی آیت الله خامنه‌ای و کسانی که این انتخابات رو مهندسی کرده بودن، یک دهنکجی در حقیقت که به صورت خیلی واضح و روشن و نتایجش هم در نتیجه انتخابات مشاهده شد، با کنار گذاشتن مردم، با کنار گذاشتن عده‌ای از نزدیکان آیت الله خامنه‌ای در مجلس خبرگان، در مجلس شورای اسلامی، یک برخوردی رو نشون دادن، یک
منویاتی رو به رخ کشیدن، به حکومت نشون دادن، و اون اینکه ما اون کانون اصلی قدرت رو قبول نداریم و اگر امیدی در این انتخابات و رأی دادن داریم، در این است که بتونه دولت روحانی یک سری رفرم‌هایی رو انجام بده، تغییراتی رو با وجود بیاره، برجام دو، و که وضعیت اقتصادی از این حالت افلاس و نگران کنندش خارج بشه. در بخش مربوط به بخش سوم، یعنی اپوزیسیون، هم یک تغییرات مشاهده میشه که این تغییرات رو نتونستم کنکرت بکنم چون بیشتر جنبه سکوت آمیز داشته و بیشتر جنبه این رو داشته که حالا ببینیم چه میشه. و غیر از تقریبا سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور که مواضع خیلی مشخص داشته و الان هم سمینار داره یک نوع برخورد اگرچه کلی ولی خیلی مشخص میکنه به جمهوری اسلامی، از بقیه جریانات برخورد خیلی مشخصی دیده نمیشه. در مورد حکومت و تغییراتی که در حکومت به وجود اومده، برخوردهای آیت الله خامنه ای در سخنرانی‌های مختلف در ابتدا این برداشت رو به وجود میاره که ایشون به علت حالا یه به علت مریضی یا به علت سرطان یا پیشروی سرطان هر دو روز یک بار، هر سه روز یک بار، بی مناسبت با مناسبت در مجامع مختلف حضور پیدا میکنه و صحبتهایی میکنه که از نظر تم و محتوای برخورد هیچ ارتباط منطقی و عقلانی با هم دیگه ندارن. در یکیش به اهمیت دادن به زبان فارسی در مقابل زبان انگلیسی، در دیگری یک بحث خیلی تئوریک راجع به مراحل پنجگانه تحولاتی که جمهوری اسلامی تا به حال پشت سر گذاشته و قرار است که پشت سر بگذاره و امثال هم، و این برداشت رو ایجاد میکنه در شنونده که ایشون امور از دستش خارج شده و با دلهوره و نگرانی مطالب رو که خیلی فیلبدایه به ذهنش میرسه بیان میکنه. به نظر من اینجوری نیست. من این موضوعات مطرح شده توسط آیت الله خامنه‌ای رو ردیف کردم و پوستر هم مطالعه کردم، متوجه شدم که برخوردها همیشه یک گروه مشخصی رو در نظر میگیره و اگر خطابی داره صورت میگیره، خطاب به یک گروه مشخصیه، منتها به خاطر اینکه این برخوردهای کلی سوء تفاهمات ایجاد نکنه و برای گروه های مختلف مسئله ساز نباشه، ایشون سلام میدونن که مطرح نکنن که مثلا این بار دارم با حوزه علمی قوم صحبت میکنم، این بار دارم با معلمان صحبت میکنم، یا این بار دارم با دانشجویان صحبت میکنم یا طلبه ها. مثال میزنم، متوجه شدم که یک برخورد خیلی بحث‌انگیز و به نسبت خیلی شدیدی در بخش مخفی حکومت، یعنی در همون پشت پرده نظام جمهوری اسلامی در شرف انجام شدن، که مردم رو مثل همیشه چون بهشون محرم نمیدونن و مردم رو خودی نمیدونن، سلام نمیدونن که اصلا با اونا مطرح بکنن و با این برخورد که همه مردم خس و خاشاک هستن اصلا اهمیتی هم نمیدن به یه معنایی. یک مثال مشخص در مورد برخوردهایی بود که نسبت به رفتار خانم فائزه هاشمی
با یک زندانی، یک از رهبران جامعه بهایی در ایران، به خاطر اینکه رفته بودن ملاقاتش انجام شد و این برخوردها به صورت فلهی و یک پاچه انواع و اقسام صورت گرفته. مهمترینش که مورد نظر من است، برخورد این آقای هستن که یک موجود تقریبا باعث خنده شدن به اسم آقای نقدی، رئیس بخش بسیج. ایشون در سخنانی مطرح کردن که کسانی که طبق معمول باز مشخص نمی کنن که منظورشون کس، میگن کسانی که به عنوان نفوذی در کنار رهبران جامعه بهائیان می نشینند و در خارج از اون محیط کسانی هستند که میگویند انقلاب برای اسلام چه کار کرد، این بنده را متوجه یه موضوع کرد که الان خدمت دوستان عرض میکنم. اصل مسئله اینه که یک انتقاد و برخورد انتقادی و یک دید انتقادی نسبت به انقلاب و انقلاب اسلامی در بخش های مربوط به روحانیت که سکوت کردن و یا وادار به سکوت شدن به وجود اومده، که این آقای نقدی اشارش به اوناست. این اشاره گویای خیلی از مسائل، اینکه انقلاب برای اسلام چه کرده است، یا انقلاب که برای اسلام کاری نکرده است، یا انقلاب احتمالا آبروی اسلام را برده است، یا انقلاب باعث بی احترامی نسبت به دین مبین شده است و غیره، نشون دهنده اینه که یک دعوای دیگری خارج از دعوای اپوزیسیون سکولار با جمهوری اسلامی در جریان است که ما متوجهش نیستیم، و اون اینه که عده‌ای از آیت الله ها با وضعیت فجیعی که هم روحانیت پیدا کرده در انظار عمومی و با وضعیت خیلی نگران کننده که خود دین براش به وجود اومده بعد از انقلاب اسلامی، یعنی در این 38 سال یا 37.5 سال، در حقیقت ضربه زده به دین اسلام. از دیدگاه مذهبی این یعنی که این عملی که این آقای خامنه‌ای انجام داد، این عمل به جای اینکه به اسلام ارتقا بده و اهمیت اسلام بیشتر بکنه، مردم رو دیندارتر بکنه، برعکس بوده. انحطاط اخلاقی، فساد دامنه‌دار، دروغ، دورویی و هزاران مقاله‌ای که در تمام موارد نوشتن، همه بازگو کننده این هستش که از ره اخلاق جامعه یه وضعیت انحطاطی رو داره پشت سر میذاره. در مورد خود توجه مردم به دین و غیره هم که والا از توهین کردن به مراجع دینی، به پیغمبر، از پیغمبر گرفته تا امامان، و بی اهمیت دونستن نمازهای جمعه، نماز نخوندن مردم، خالی بودن مساجد، یعنی از دید مذهبی حوزوی، حالا یا حوزه نجف یا حوزه قم، این چیزی که آیت الله خمینی اسمش گذاشت انقلاب اسلامی، به جای اینه که باعث ارتقا و مرتبت بالا رفتن مرتبت اسلام در جامعه ایران بشه، درست معکوس بود. در موارد دیگه هم، مثلا همین موردی که خدمتون عرض کردم که چرا آیت الله خامنه‌ای یک باره به یاد این میفته که مراحل پنجگانه انقلاب اسلامی رو بگه، بگه که قسمت اولش، مرحله اول تموم شده
جمهوری اسلامی، که البته کلمه جمهوری هم به کار نمیبره، نظام اسلامی جا افتاده، و در مرحله دومش هم حکومت اسلامی پایه گرفته، مرحله سومش که دولت اسلامی بوده هنوز عملی نشده، مرحله چهارمش جامعه اسلامی که باید به وجود بیاد به وجود نیومده، مرحله پنجمش هم تمدن اسلامی که باید در تمام دنیا ابراز وجود بکنه اونم به وجود نیومده. این برخورد هم من میذارم به حساب اون دیالوگی که داره با علمای دینی حوزه علمی قوم انجام میده، و در جواب به همون صحبتیه که این آقای نقدی که آدم ساده‌لو غیر سیاسی هم هست و باعث خنده معمولا، ایشون در این برخوردی که به خانم فائزه هاشمی میکرده یه جور لو داد. بریم سر مسئله مردم و ببینیم چه تفاوتی در رفتار مردم به وجود بود. صحبت هایی که دوستانی که از ایران اومده بودن با من کردند در کلیتش واقعا هم اینم باید گفت که ما جامعه همون چون اطلاعات چرخش نداره، مطبوعات سانسور میشن و غیره، همیشه یک ضریب تخمین خیلی بالا داره اینجور قضاوت ها. دوستان من عذر میخوام، ولی چاره نیستش که به هر دهت اگه به یک برداشتی هم رسیدیم اینو مطرح بکنیم که توجه داشته باشیم که در جامعه چه میگذره. در رفتار مردم با حکومت دو برخورد قابل مشاهده است. یک برخورد کاملا بی تفاوت نسبت به کانون اصلی قدرت که همون خامنه ای و بیت و پاسداران و غیره باشند، و در جوار این بی تفاوتی که بذاریم هر کار دلشون رو میخواد بکنن اصلا حرفشون رو نزنیم، این رفتار عمومی شده. در این حال با یک احساس پیروزی به در غلبه کردن به کسانی که مهندسی انتخابات رو کردن در اون دوروبر همین کانون اصلی قدرت مثل شورای نگهبان، استصوابی و غیره، و تقریبا یک دوشی بود به خامنه ای، آیت الله خامنه ای، سر اینکه ما این راهی که شما میرید و این حرفایی که میزنید قبول نداریم. این احساس پیروزی با این بیتفاوتی مخلوط شده. نگرانی از اونجای شروع میشه که ما فکر بکنیم که مردم خودشون رو کنار کشیدند از این جنگی که در مقابلشون دارن مشاهده میکنن، یعنی یک مقداری در نقش تماشاگر بازی تنیس یا بازی پینگ پونگ دارن نگاه میکنن بین آیت الله روحانی و آیت الله خامنه ای کی به چه کسی چه گلی میزنه، چه توپی میزنه و اینطوری، و یعنی اون در حالت تماشاچی و در حال انتظار و در حال انتظار همراه با بیتفاوتی، که البته این بیشتر به ضرر آقای روحانی خواهد بود، به خاطر اینکه تمام اعتبارش رو از رأی مردم کسب کرده و ادعاش اینه که مردم رو پشت خودش داره، در صورتی که به نظر من مسئله چنان واضح و روشن نیست، چون با تغییراتی که انجام نگرفته و به خصوص در برجام دو به قول خودشون مردم یه مقداری داره بیشتر ناامید میکنه، و یه ایده که میگفتن آقا ما که گفتیم این کاری ازش بر نمیاد، حالا دو مرتبه رفتید ما رأی دادید و اینا، یعنی اون چیزی که ولی خطرناکتره اینه که تصور غلطی به وجود اومده که هرچی برخوردهای بین این دوتا جناح، جناح روحانی و جناح خامنه‌ای بیشتر بشه و شدیدتر بشه به یک معنا به نفع مردمه. به نظر من اینطوری نیست. هر کسی برنده این بازی هم باشه در دوتا جناح قدرت، بازنده اصلیش مردم خواهند بود.
توضیح اصلی در اینکه اپوزیسیون چه نقشی داشته در این تغییراتی که در اوضاع به وجود اومده و در عملی که داره انجام میده به این تحلیل برمیگرده که این دو جناح وقتی که با هم دیگه مساف میدند، برنده و بازنده هر کدومشون هم که باشن، بازنده اصلی و مهمتر مملکت ایران، منافع ملی و مردم ایران خواهد بود. و اون چیزی که اهمیت داره این هستش که ببینیم این ضرر از کجا به وجود خواهد اومد و اون ضربه هایی که به مردم و به منافع ملی و به کشور زده میشه به چه صورتی خواهد بود. در این مورد به خاطر کمبود وقت سعی میکنم خیلی فشرده عرایزم رو ادامه بدم و با این موضوع هم موضوع صحبت رو عوض بکنم، چون طولانی تر شدنش فقط مایه خستگی دوستان. چه مرض ناعلاج آیت الله خامنه‌ای، سرطان ایشون، چه کارشکنی هایی که توسط جناح‌های مختلف، هیئت‌ها و گروه‌های مختلف مافیایی انجام می‌گیره علیه دولت، اینها خواه ناخواه در یک نقطه ایکس که تاریخش بر ما روشن نیست میتونه خیلی زود باشه، میتونه یه مدارم دیرتر باشه، ممکنه کار رو برسونه به یک خلأ قدرت. مسئله خلأ قدرت و عواقب اون برای یک کشوری مثل ایران با در نظر گرفتن وضعیتی که در سوریه مشاهده میکنیم، در عراق مشاهده کردیم، در افغانستان یه چند سالی برقرار بود و غیره، وضعیت بسیار خطرناکی است. در چنین وضعیتی سه تا امکان وجود داره که این خلأ قدرت میگن که طبیعت حاضر نیست خلأ رو تحمل بکنه، باید با یه چیزی رو پر بکنه. سه جور میتونه این خلأ قدرت پر بشه. اولین چیزی که تقریبا هم در فکر بیشتر فعالین سیاسی هست و کسانی که از نزدیک دستن در کارن اینه که سپاه پاسداران کودتا بکنه با همه عواقب خطرناکی همچین چیزی خواهد داشت، من جمله شروع جنگ داخلی وحشتناک و تجزیه کشور و غیره. مسئله دوم که این امکان داره باش خلأ قدرت پر بشه، احتمال به وجود اومدن یک حرکت پوپولیستی است. جزء عوامل ناشناخته که میتونن وارد این بازی پوپولیستی بشند، بیشتر گروهی که مربوط میشه به سلطنت طلبان و کسانی که با رژیم گذشته زیاد به خصوص بعد از این فجایع 38 ساله درگیری که ندارن، اعتقاد که ندارن، یه چیز خیلی ایدئالیزه میکنن این رو. و خطر قضیه هم اینه که طبقه متوسط ما طبق معمول در این شرایط هیجان زده باز به صورت عجولانه احتمالاً شانس و هزینه رو به قول خودشون بسنجن و بگن که ما باید از این پشتیبانی بکنیم، از این حرکت پوپولیستی که به وجود اومده پشتیبانی بکنیم. حتی اون موقع کسی پوپولیست نخواهد گفتش، میگن که شانسش بیشتره و اقلا میتونیم بریم. گفته میشه، همین الان هم گفته میشه، آقا این حرفا رو بذارید کنار، بذارید یه کسی بیاد که ما بتونیم عرقمون رو بخوریم و اقلا لباسمون رو ببینیم چه چیز تعیین میشه، همون هم خیلی خوب اون خدا بیامرز خیلی کارا رو انجام داد. یعنی یک پتانسیلی وجود داره در جامعه که به استقبال این حرکت پوپولیستی بره. امکان سوم امکان برنده شدن دموکراسی و حاکمیت ملیه
و احتمالا نقشی که هواداران مصدق چه در طبقه متوسط چه در اصناف مختلف، معلمان، بازاریان، همه بخش ها نه البته، ولی بخش های مهم دانشجویان، کم کم هم شواهدش رو داریم میبینیم که یکی دیگر از دوستان حتما بیشتر به این مسئله خواهد پرداخت. اون چیزی که ولی اهمیت داره اینی که تنها چیزی که میتونه جلوی ویرانی ایران و سرنوشتش رو که مبتلا نشه به سوریه، به لیبی، به عراق و امثال هم بگیره، یک حکومت ملی خواهد بود. حکومت ملی که مصدق نهاد و سمبولشه و احتمالا آماده کردن زمینه برای یک دموکراسی که انتخاباتی درش آزاد انجام بشه و یه مقدار تضمین بکنه ثبات و بقای کشور ایران و احتمالا اون وضعیت فاجعه آمیزی که در عراق، سوریه، لیبی و کشورهای همجوار ایران به وجود اومد، از جمله از بین رفتن شیرازه امور یعنی شیرازه حکومت، برای ایران پیش نیاد. من فکر میکنم که تمام این مجموعه که خدمت دوستان عرض کردم، اجزای این پدیده‌هایی که مثال زدم و به صورت خلاصه فهرست کردم، اینها با هم دیگه در ارتباط تنگاتنگ هستن. کار ما این خواهد بود که با بحثش زیاد، من نگفتم که حتما عرایزی که خدمتتون میگم حتما درسته، با سوالات بیشتر، با کسب اطلاع دقیقتر، با بحث با مردم آشناتر بشیم، جوانب این قضایا رو تا اونجایی که برامون مقدور هست روشن بکنیم، چون بدون اطلاعات دقیق هر نوع عملی در زمانهای نامساعد با شعارهای ناجور میتونه به ضرر یک حرکت دموکراسی، یک حرکت مبارزه برای پر کردن خلأ قدرتی که به جای جمهوری اسلامی به وجود میاد، با یک حکومت ملی است که طبق نظر و عقاید جبهه ملی، یک چنین حکومت ملی توسط فقط کسانی ممکن خواهد بود که غیر از جذب اعتماد مردم بار دیگر سعی بذارن که بهترین راه برای ارتقای ایران، برای پیشرفت ایران، اتکای به راه مصدق است و پیش بردن اون. از حوصله که فرمودید خیلی متشکرم. همونطور که عرض کردم، سوالات رو دوستان ضبط خواهند کرد و من اگر بعد از این سمینار لازم شد، در جواب به این سوالات هم یک مطلبی رو خواهم نوشت. خیلی ممنون.